پایانی گفتگو امروزم انجام میدم و پس از اون گفتگو رو جمع میکنم. اجازه بدید من این نوشتنم وردارم با اجازتون، که صحبتمون با جناب آذرمهر تموم شد و بخش آخر در مورد بسته شدن رسانه ها میگم. خب تلویزیون اندیشه هم بسته شد پس از تلویزیون کانال یک. تلویزیون اندیشه بدون اینکه هیچ توضیحی بده بسته شد و هیچی. سایتش هم دیروز بود، امروز صبح دو سایتش هم از دسترس خارج شد. بذارید یه لحظه سایت اندیشه رو بزنم ببینم، که چون صبح که نگاه کردم سایتش هم رفت رو هوا. و بله سایتش هم نه، سایتش برگشت. بذارید اجازه بدید، سایتش برگشت ولی برنامه هاشون قطعه. سایتش صبح از دسترس خارج شد ولی برنامه هاشون هنوز قطعه و فکر کنم دیگه برنامه اجرا نکنن. آخرین برنامه‌ای که اجرا کردن 30 نوامبر بود و از اول دسامبر تلویزیون اندیشه دیگه بدرود گفت دیگه، حتی بدرود هم نگفت، یه رفع برنامه رو بست. من با دو سه تا مجریای تلویزیون اندیشه با واسطه و بی واسطه مستقیما گفتگویی داشتم. خب ما نیستن ناماشین رو بگیم طبیعتاً، و اینا گفتن خب بله جناب نادر درمانی از چند وقت پیش میخواست این تلویزیون رو ببنده، چون وقتی که رضا دیبا از این تلویزیون رفت و با اون فضاحت دیدید که مهدی آقا زمانی و اینا اومدن گفتن 16 ما دیگه ربطی به این تلویزیون افق ایران نداره. اون موقع چون 16 گفته بود که این تلویزیون تنها تلویزیون مورد تایید منه و با این حرفش یه جورایی جلوی کار کاسبی تلویزیون های دیگر رو هم گرفت، مانند ایران آریایی و پارس و اینجور مسائل. و تلویزیون اندیشه در حقیقت، حالا این که آقای نادر درمانی هدفش چی بود خودشون بعد یه روز صحبت کنن، ولی خیلی مشکوک بود روند کاری که تلویزیون اندیشه داشت در ظرف این سالها. بیشتر نزدیکی به رضا دیبا بود، حالا برای چی میخواست نزدیک بشه یا نه اونا بحثای دیگری است که نمیخوام واردش بشم اتهام زنی کنم، فقط میگم مشکوک بود. و چیزی که وجود داشت این بود که تلویزیون اندیشه پس از اینکه با رضا دیبا کار کرد و دید نه این آدم جنم اینجور حتی بحثا رو نداره، چند خود کسانی هم که نزدیک رضا دیبا شده بودن میگم نیتشون رو نمیدونم، ولی چیزی که من مشاهده کردم خودشون هم چیزی در چنته نداشتن. و آخر عاقبت رضا دیبا بازی همینه. و من یادمه که تلویزیون کانال یک جناب شهرام همایون هم با این تلویزیون اندیشه بسیار سر این که رضا دیبا مال کدوممونه، به کدوممون نزدیکتره، برای کدوممون بیشتر نامه داده، به کدوممون بیشتر محبت کرده، اینا سر این مسئله با هم دعوا داشتن. ولی خب چون روی گوری که مرده نداشت اینا گریه میکردن برای، یعنی واقعا این دعوایی که اینا داشتن اساس این دعوا دعوای اشتباهی بود، چون رضا دیبا اصلا در هیچ کاتگوری مبارزاتی و سیاسی و اینا اصلا گنجونده نمیشه. اینا ایشون یه آدم معمولیه داره زندگیشو میکنه، فقط از بعد روزگار پسر شاه بوده همین، و در ظرف سالهای گذشته هم روند کاریش مشخص بود و این تلویزیون هم در چارچوب فکر کار نکرد. حالا ما چرا میگیم که بسته شدن این رسانه، حالا امیدوارم به یاری اهورامزدا هر چه زودتر تلویزیون پارس و تلویزیون ایران آریایی و مابقی این رسانه ها بسته بشه، که واقعا این به سود ملت ماست، چون این رسانه ها ضربه‌ای که به تاریخ ایران، ضربه‌ای که به عقب افتاده، یعنی به ملت ما از نظر عقب افتادگی، یکی از عامل های بزرگ عقب افتادگی اجتماعی ایران که مردم ایران امروز از نظر سیاسی و از نظر بینش سیاسی از مردم دوران قاجار عقب افتاده ترن، به خاطر یکیش همین رسانه ها بود. این رسانه ها اگه در مقاطعی کار درستی هم انجام دادن، خب ببینید جناب شهرام همایون از حق نباید بگذاریم، واقعا در زمینه این که پرچم شیر و خورشید رو حفظ کرد در خونه ها، من همیشه گفتم در این یک مورد مشخص ایشون واقعا زحمت کشید و واقعا جای تقدیر داره، آدم باید انصاف و رعایت کنه. ولی حالا خودشون میگن یکی دیگه از کاراشون این بوده که خاندان پهلوی رو شناسون، دیگه زیادی شناسون، یعنی از اون ور بوم عزیزان افتادن تو این چارچوب پهلوی شناسوندن، در حقیقت از اون ور بوم افتادن دیگه. پهلوی شناسوندنشون یه جورایی برای من حکم اینو داشتش که تلویزیون جمهوری اسلامی خامنه ای رو میخواد بشناسونه یا امامای عربو میخواد بشناسونه، و انقدر تو این زمینه خود جمهوری اسلامی میره داخل که میخواد امامای عربو بشناسونه، که میگه اصلا حضرت فاطمه وقتی میخواست علی رو به دنیا بیاره نمیدونم از کجاش به دنیا آورد، یعنی یه حرفایی میزنن آدم مخش سوت میکشه. یا زمانی که
فاطمه میخواست علی رو به دنیا بیاره، گفته یا علی، تا یا علی نگفت مثلا علی به دنیا نیومد، یا آسیه و 4-5 از این زنای پیامبران گذشته از توی بهش اومدن بالا سر فاطمه علی رو به دنیا اومدن، یه چرندیاتی میگن، حالا آدم به هم میخوره. و در زمینه این که پادشاه فقیدم عزیزان بشناسونن، در این قسمت ها گامو گذاشتن و این اشتباه بود. تو زمینه های دیگه هم به خاطر اینکه نمیخوام نام بیارم، چون جناب شهرام هماین قلبا دوستش دارم، من خیلی رو قلبا دوست دارم، ولی از نظر سیاسی تمام این رسانه ها حالا کم و زیاد داشت، ولی همشون در کل اگه سودی داشتن 5%، مثلا یکیش مثلا سود مشخصا تلویزیون کانال یک گسترش پرچم شیر و خورشید بود، واقعا تو این زمینه جناب شهرام همایون مقاومت کرد. تو یه جای دیگه هم واقعا مثبت بودن، مثلا یه زمانی اگر توهینی میشد به رضا شاه یا سر آمریکا یه چیزی میگفت، ایشون مقاومت میکرد، مبارزه میکرد. ولی هزاران مورد دیگر رو من از برنامه های ایشون دیدم که تمام این کارهای خوب ایشون رو زیر سوال میبره و وزنه بخوایم توی قضاوت بذاریم، حداقل اون برنامه‌ای که من از ایشون دیدم در قضاوت که بخوایم بذاریم، ضرر این تلویزیون ها بیشتر از همه به ضررمون بوده، یعنی ضرر سنگینیش کفه ترازوش سنگینی میکنه. حالا تلویزیون جناب شهرام همایون نسبت به تلویزیون های دیگه درست کمتر ضرر داشت، ولی در مقیاس کارهای خودشون ضررش سنگین تر از سودش بود. و تلویزیون های دیگه که اصلا مثل ایران آریایی که واقعا فاجعه است، یا شما مثلا تلویزیون فکستانی پارس رو میبینید که این تلویزیون رسما نامش پارسه، بعد اونجا میبودی، حالا میگم تریاکی چون تریاک من چیز شخصی نمیدونم، تو کار رسانه‌ای کسی که تریاک میکشه باعث میشه که بعد بیا چرندیات زیاد بگه و بارها هم گفته آقای میبودی این چرندیاتو، و میاد میگه اصلا ما پارس نیستیم و یه حرفای اینجوری. کلا تلویزیون های به ویژه لس آنجلسی و رسانه‌های دیگه بستر رو فراهم کردن تا آدم ها یا دایناسورها یا فسیل‌های 57 که واقعا از نظر فکری و تئوری ضعیف بودن، حرفی برای گفتن نداشتن، حرفایی می‌زدن که مغز آدم سوت می‌کشید، چرند می‌گفتن، کار فکری نمی‌کردن. و این چرندیاتی که تو این 40 سال گفتن یک فرهنگ شد و مردم هم خب وقتی اینا رو نگاه می‌کنن، طبعا چون مردم هم که اهل مطالعه نیستن، اینا پیروان اینا، همشون با هم دیگه در یک خریت جمعی دست به دست هم دادن و باعث شدن امروز ملت ایران از دوران قاجار هم عقب افتاده تر باشه. که ما میایم اگه یک حرفی رو میزنیم که تلاش میکنیم مردم رو به فکر کردن وادار کنیم، چوبش هم میخوریم، فوش میاد و حمله میشه و محدود میشیم. و این بار این حملاتی که مثلا به ما میشه واقعا گردن این تلویزیون های لس آنجلسی است که این مردم رو انقدر بی سواد و فعالین سیاسی ما رو انقدر بی شعور بار آورده. و خب این بار افرادی مثل من مجبورن، اشتباهی که این رسانه ها کردن، افرادی مثل من مجبورن که این بار رو دوششون تحمل کنن و این رفتارها رو هی اینگور کنن براشون مهم نباشه و هی بگن اوکی دیگه، وقتی که هیچ کسی نبوده. یعنی واقعا مردم هم تقصیر ندارن، کی بوده به این مردم بگه منافع ملی چیه، کی بوده که به این مردم تجزیه طلب بگه چیه. دیدم چند شب پیش جناب مسعود سعد برام پیام فرستاد، گفت بیمارستان هستم، منو ببخش و فلان، و من نمیخواستم اینجوری دعوامون بشه. یه نوشتاری داشتن، براشون پیام ندادم البته، ولی واقعا خودم هم دلم سوخت. یک زمانی من آقای مسعود صدر رو خیلی دوست داشتم، الان هم ازش کینه ندارم با توجه به این فوشه‌ای که داده. شوربختانه این یک فرهنگ غلطی بود که این تلویزیون ها بسترش رو فراهم کردن و هی همینجوری پشت سر هم این فرهنگ غلط اپوزیسیونی شیوع پیدا کرد. وگرنه این آدم ها هر کدومشون رو تکیالم ببینه واقعا شاید آدمی بدی نباشن هیچ کدومشون. من آقای همایون رو دوست دارم، حتی مهدی آقا زمانی که واقعا میبینمش خیلی اذیت میشم علاوه تفکری قیافش اینا، ولی خب اونا یه چیزای شخصیه. شاید من اگه با آقای مهدی آقا زمانی هم یه جا بشینم ببینم نه آدم خوبیه، شاید آدم بدی نباشه، یا خود همین پسر خسرو صمدی، شاید ما با هم بشینیم ببینم آدم بدی نیست، آدم خوبیه. و این یک خودکشی دست جمعی بود که این رسانه ها برای ما به وجود آوردن، که شاید هیچ کدومشون هم به تکی مقصر نیستن، همشون با هم مقصرن. من تو این زمینه مقصر نیستم، من چون خیلی زود فهمیدم و اومدم خوب کار فکری دارم 4 ساله میکنم در برنامه های رو دست، ولی این رسانه ها با هم دیگه باعث شدن که ما دست به دست هم یک عقب افتادگی اجتماعی رو جلو ببریم و هنوزم نمیفهمن یک ادبیات مبتذل. و هر کی اومد خواست اینا رو به فکر کردن فرو ببره،
با همون اتهامات سنتی، آی تو مأمور جمهوری اسلامی هستی، آی تو فلانی، آی، با این حرفا باعث شدن که کسی هم اگه میفهمید جرأت نکنه بیاد تو میدون، خودشو عرضه کنه و بیاد بحث کنه و گفتگو ایجاد و گفتمان کنه. یعنی این رسانه واقعا فاجعه است که در ظرف همین سالها توان اینو نداشتن یک ایجاد گفتمان جدید و منطقی بر پایه مسائل ملی رو بیان به وجود بیارن. نهایت گفتمانشون این بوده که آقا پرچم باشه یا نه، هرچند جنگ پرچم خودش یک جنگ بسیار مهمیه، ولی تو همینجا گیر کردن دیگه، تو همینجا گیر کردن آی رضا دیبا ما رو قبول داره یا نه. یه یعنی دیگه دیدید دیگه، ابتذال این رسانه ها رو دیدید. و یکی دیگه از این مسائل این بود که شبکه‌های اجتماعی باعث شده که کلا نه تنها رسانه‌های فکستانی لس آنجلسی به قول رضا دیبا، بلکه رسانه‌های دولتی هم بخوان ذره. شما مثلا نگاه کنید رادیو صدای آمریکا دو سه سال پیش بودجش قطع شد دیگه، اجرا نکرد و بودجه خود صدای آمریکا نصف شده. شما در یک سال و نیم گذشته صدای آمریکا رو ببینید زهرش گرفته شد، چون بودجهشو نفت کردن، دیدن آقا شبکه‌های اجتماعی انقدر زیاده که صدای آمریکا دیگه تأثیری نداره، بودجهشو نصف کردن و این نصف کردن بودجه صدای آمریکا زهر صدای آمریکا رو گرفت توی ایران ستیزی و با مجریای ضعیفی که آورد و با خب دیگه برنامه‌های قوی مثل اون موقع نمی‌سازن. یه زمان تو این تلویزیون به هر حال درست چالنگی و بیژن فرهودی و همه این عزیزانم میگم شاید شخصا هر کدوم خیلی دوست داشتنی هم، مثلا من آقای فرهودی رو نزدیک دیدم، یه بار با هم مصاحبه داشت تو برنامه‌ام، خیلی آدم دوست داشتنیه. ما بقیشون حتی جناب چالنگی همه اینا رو شاید آدم شخصا ببینید، ولی من دارم در چارچوب سیاسی صحبت میکنم. در چارچوب سیاسی گفتمان قوی نداشتن، ولی از نظر حرفه خبرنگاری حرفه‌ای بودن. و شما بیاید قیاس بکنید مثلا زمانی که آقای چالنگی و اینا توی تلویزیون صدای آمریکا بودن یا الان، خب بهارلو یه آدم قوی بود از نظر اجرا، واقعا اینا بی‌نظیر بودن از نظر اجرا، از نظر فکری اصلا شک نکنید همه اینا هیچ حرفی برای گفتن نداشه، از نظر فکری همه اینا بسیار ضعیفن، بسیار مبتذلن، ولی از نظر حرفه خبرنگاری جناب بهارلو، جناب فرهودی، آقای چالنگی اینا تو صدای آمریکا که بودن اصلا صدای آمریکا رو قورت داده بودن، حتی سیامک دهقان بود. ولی بودجه نصف شد چون شبکه‌های اجتماعی هر روز داره گسترده تر میشه و زهر این رسانه‌ها گرفته میشه. حتی در بی بی سی هم دیدم یکی دو تا مجری ضعیف آوردن، ولی بی بی سی هنوز روپا خودش رو نگه داشته، ولی در آینده انقدر نمیتونه روپا نگه داره، چون اهداف اینا هم تو منطقه یکی پس از دیگری جریان گلوبالیست داره شکست میخوره. و در آینده خب این ام آی 6 میاد میگه من برای چی باید به بی بی سی پول بدم؟ یه عده کارمند ایرانی در بی بی سی بخورن و بخوابن و چه بدونم انواع اقسام آرایش بکنن، بیان جلوی دوربین، آخرش هم از سیاستام تو منطقه پیاده نشه. چون شبکه‌های اجتماعی شما قبلا افرادی مثل من فرصت اینا نداشتن که بیان مباحث رو مطرح کنن در چارچوب مسائل ملی، چون اگه حرف ملی می‌زدن تنها جایی که میتونستن بیان و این دیدگاهاشون رو عرضه کنن رسانه‌ها بودن، رسانه‌های لس آنجلسی و دولتی غربی، و جلو اینا رو میگرفتن. صدا سیمای جمهوری اسلامی که بزنن به تخته از ابتداش اصلا در به داغون بود، ولی رسانه‌های خارج از کشورم جلوشون رو میگرفتن و اینا رو بایکوت میکردن. نمونه آوردم جناب کاوه فرخ در کانادا، خب ببینید چه حجم سانسوری از ایشون انجام شد در ارتباط با مثلا دوران ساسانی، کاری ندارم و نمیذاشتم، ولی شبکه‌های اجتماعی امروز باعث شدن ما درست نسبت شد به خیلی از این رسانه‌ها بازدید یا مخاطبی نشوشیم، ولی شبکه اجتماعی باعث شده شما اگه حرفی داری تأثیر توی جامعه سیاسی وجود داشته باشه. کسی منکر تأثیرگذاری برنامه‌های رودست یا فعالیت‌های شخص من نمیتونه باشه. خب تأثیر گذاشتیم اینقدر، به هر حال حالا هم حامی داریم هم دشمن داریم هم بحث ایجاد میشه. نه این کار شبکه‌های اجتماعی بوده، بخش مثبت شبکه‌های اجتماعی. همین شبکه‌های اجتماعی هم آفت‌های زیادی دارن. خب البته یه چیزی بگم، آفت‌هایی هم که دارن افرادی که واقعا ریشه‌ای ندارن توی بحث‌های سیاسی و اجتماعی، یه مدتی میان فعالن میرن، اونم اون آفت ها اونجوری جبران میشن. مثلا یارو بعد 27 سال میگه یه پرچم بگیرم تا ایران برم، میره یک سالی هم فعالیت میکنه اینا، بعد دیگه میره پی زندگیش. ما تو این چند سال گذشتم بارها دیدیم خیلی ها رفتن آیدی فیسبوک درست کردن، اومدن تو فضای مجازی، رفتن 100 بار اسم عوض کردن، 100 بار باور عوض کردن، بعد رفتن پی زندگیشون. از این موردا زیاد دیدیم و اینم از نظر شبکه‌های اجتماعی، یعنی این قضیه هم حل میشه. و شبکه‌های اجتماعی رسانه ها رو نابود کرد و این یک بخشای مثبت زیادی داره که مثبتش رو بیان کردم. به هر روی بسته شدن رسانه های سیاسی امیدوارم هرچه زودتر
این بسته شدن ها به سمت عربستان فردای نوریزاده بره، به سمت اینترنشنال بره، به سمت تلویزیون بسیار خطرناک من و تو بره. همه اینا امیدواریم روزی بسته بشن و فضا برای افرادی همچون ما که میخوان روشنگری کنن و ایمان هم دارن تو این کارشون و باور دارن و آگاهی هم دارن در فضای مجازی بیشتر باز بشه و بتونیم نظرات بیشتری رو جلب بکنیم. به هر حال من نتونستم که جلوی خوشحالی خودم رو از بسته شدن این رسانه‌ها بگم و به توضیح هم بدم، با توجه به اینکه به خیلی هاشون هم احترام میذارم، حتی به اونایی هم که احترام نمیذارم میگم، شاید شخصا نزدیک ببینمشون ببینم نه آدمای خوبی هستن، من شاید فردا مهدی آقا زمانی رو نزدیک ببینم یه جا، شاید اون البته بازم اونجوری که مثلا توی رسانه ها نشون میده بیشور نباشه. من چون دو سه تا صحبت اخیرش رو که گوش کردم توی تلویزیون اندیشه دیدم که از اون آب و تاب اوایل که خیلی شلوغ بود افتاده و صحبتایی که داره میکنه دیدم یه کوچولو برای من منطقی داره میاد صحبتاشو که شنیدم. میگم شاید با خیلی از اینا آدم ها توی رسانه ها یک زمانه یه سوء تفاهم های ایجاد میشه، دعواست، آدم هر کیم دوربین میذاره جلو خودش، بعد جوی درست میشه، مردم به آدم پیام میدن، حمله میکنن آدم ها به هم. ما هم توی این زمینه کم به خیلی ها حمله نکردیم، ولی ما تلاش کردیم حملاتی که میکنیم در چارچوب کار سیاسی تعریف بشه. شاید یک جایی ما هم تون رفتیم، بعد خودمون رو درست بکنیم، ولی ما در چارچوب کار سیاسی واقعا حمله میکنیم، تلاش میکنیم شخصی نباشه. حالا این رسانه‌ها که بسته شدن ولی امیدوارم دیگه هم باز نشن، ولی منم از اینجا به نوبه خودم میگم اگه واقعا در برنامه‌ای به کسانی، در حال منم جوونم و به حال انسان محدوده، اگه به کسی حمله شخصی کردم واقعا از طریق همین دوربین پوزش میخوام، درست نیست. واقعا ما باید یاد بگیریم که دیدگاه سیاسی منو بدون حمله کردن به هم بیان کنیم. خود منم یه جایی خیلی تون رفتم، هرچند حقم داشتم تون رفتم، ولی بهتره که آدم تا جایی که میتونه حمله شخصی به کسی نکنه و من خودم هم باید یاد بگیرم، خودم هم دارم تمرین میکنم. اگر من که ادعا دارم کار پژوهشی دارم میکنم، ادعا نکردم پژوهش کردم، ادعا کردم کار پژوهشی میکنم و کار پژوهشی من تو این سالها دیدید نسبت به خیلی ها قوی تره. اگر من ادعا میکنم که آگاه هم در مورد مسائل ایران سواد زیادی دارم و دارم مطالعه میکنم، پس کسی که آگاهه نیاز نیست که توهین شخصی به مخالفش بکنه. منم باید یاد بگیرم این تمرین رو با خودم بکنم هر زمان، چون بعضی برنامه قدیمی که نگاه میکنم اینا آره منم یه جایی اشتباه کردم و باید حواسمون رو همه جمع کنیم. به هر روی امیدوارم ما بقیه این رسانه هم جمع بشن و اگر میخوان دوباره کاریو شروع کنن، حالا به قول این محمد حسینی نگیرید، چون این واقعا میگم دیوانه، نظر سیاسی میگم دیوانه، واقعا شخصی هم نمیخوام کاری داشته باشم، ولی کلا باید یه ریستارت بکنیم همه هم دیگه. واقعا یه اگه میخوایم دوباره این عزیزان کار کنن، بشینن با خودشون فکر کنن در ظرف این 40 سال چیکار کردن، جز چاپلوسی برای رضا دیبا، جز این حرفای مزخرف آی فلا آی تو مأمور جمهوری اسلامی هستی، آی فلا صحبت های سنتی اپوزیسیونی، آی سپاه بده، آی وزر، اوکی همه بدن ما خوبیم. یه مقدار باید هممون اگه میخوان این عزیزان دوباره وارد عرصه رسانه‌ای بشن، اگه موقعیت پیش اومد، امیدوارم در این زمانی که تعطیل هستن به این صحبت های من گوش کنن، یک مقدار فکر کنن برای اینکه ما بخوایم ایران رو به سمت پیشرفت ببریم، ایران رو نجات بدیم، نیاز نداریم که هوچیگری کنیم، کارهای آنارشیستی کنیم، آی بیایید من پرچم باهاتون بلند میشم تا فلان میام، و پرچم اگه قرار بلند بشه در جای خودش در استادیوم ورزشی فلان، کارهای آنارشیستی و چه میدونم شعار و شعر رو باید بذاریم کنار و اگه عزیزان وارد کار رسانه‌ای میشن دست به دست هم بدیم و در چارچوب پژوهش و در چارچوب خردگرایی و بر پایه ملی‌گرایی فعالیتامون رو جلو ببریم، وگرنه در این 40 سال همون چرندیاتی که گفتید هممون هم شنیدیم و ره به جایی نبرید، آخر عاقبت رضا دیبا بازی و آی فلان و اینا هم بسته شدن این رسانه‌ها و اون یکی دیگه هم بسته خواهند شد. من امیدوارم که همه ما در راه ایران رستگار شویم. این مورد اول بود که دوست داشتم بهتون بگم.